سلام، چطورین؟ دارم میرم یه جای باحال. گفتم که با هم دیگه آرایشش رو بکنیم، بعد من یه توضیح بهتون بدم. ببین، من الان 37 سالمه. خب از فکر کنم مثلا 20 سالگی دلم میخواسته که تتو کنم، ولی اون موقع که خب ما توی خانواده سنتی بودیم دیگه، سنتی و مذهبی، چشم به جهان گشودیم. از همون موقع کانسیلرم یادم رفت، سب کن. از همون موقع من دلم میخواسته که تتو کنم، ولی به خاطر خانواده نمیشده. بعد گفتم که آقا من نمیدونم حالا از کجا این فازه اومد. گفتم آقا من بخوام تتو کنم باید برم حتما تایلند. اون موقع شنیده بودم که تایلند تتو آرتیستای زیادی داره. خلاصه که تایلند نرفتیم و تتو هم نکردیم و اینا، تا اینکه چند وقت پیش برادرم و خانومش بهم گفتن که تو چرا نمیری تتو کن، خودشون انجام دادن. گفتم که نه، من کلا این مدل رو بعضی چیزا اینجوری هم دیگه، کلا این مدلی هم که من نه پولشو بدم، مثلا این تتو باید یه چیز هدیه باشه، ولی من یه خاطره خوب بسازه. نه، گفتن که ایول، پس ما اینو به تو کادو میدیم. حالا رسیدیم به طرحش. بگذاریم که چند بار من تایممو جابجا کردم و اینا، رسیدیم به طرحش. لباسای من اون پشت الان دیدم. هی گفتم خدایا گل انتخاب کنم، ماهی انتخاب کنم، چیکار کنم فلان، تا اینکه خب من اسم شناسنامه ونوس نیست، ونوس برای من یه نماد حساب میشه. گفتم چرا قشنگ میشه که من این ونوس رو بزنم، بعد ونوس رو با دستخط پدرم بزنم. دادم پدرم، برام چند تا ونوس نوشت، یکیشو انتخاب کردم. حالا الان من میخوام برم تتو بزنم. خب چطور شدم؟ طرف پشت صندلی نوشته بود خواهرم حتما حجابت رو رعایت کن، من نمیتونم دیگه جریمه بدم. بعدم یه دونه از این گربه بامزه ها داشتن، خیلی خوش اخلاق بود گربه. من اینجا نشستم تا تر هم آماده بشه که بخواد بیاد روی دست. هم فیلم بگیرم. چی بوده؟ برای امید زدم هم همین همه. مبارکه. مبارک. خوشحالم که انگلیسی ننوشتم. تو بابا نوشته خوب. یکی هم سر. بگم خواهی اینجور. نمیشه همینو همینو. باشه.
مرسی که با من همراه بودید و فکر نکنم البته دیگه تتو بزنم، اینو خیلی دوستش دارم. مرسی که دوباره بگم با من همراه بودید و خدا حافظ.